اگر نامحرمم بگو تا تلتو بردارم برم یه طرفی، اگرم نیستم که این چه اوضاعیه. چی شده؟ چی شده؟ این چیه؟ هی آهوی بیارزه. خانم به خدا من نمیخواستم چیز. سر این بیچاره خالی نکن، جواب منو بده. خب چرا اذیتم میکنی مهری؟ محرم نامحرم چیه؟ با آهو گفتم این نامه رو ببره چون شأن تو نیستش که کاغذ بیار و کاغذ ببره من باشی. کی خواست کاغذ ببره؟ میگم چی شده؟ از صبح صد بار پرسیدی. من که از تو جدایی ندارم. ولی وقتی میگم معذورم یعنی معذورم. منم طبق وصیت مادرت مأمورم به مراقبت. منم معذورم فخرالزمان. مأمور و معذور. معذوری؟ بازش کن بخون. میخواستم باز کنم که توی راه وقت داشتم. خودت بگو چی شده. مهر و نسا، من هم از پا افتادم هم از نفس. دیگه نای جنگیدن ندارم. تو هم هر کاری دوست داری بکن. اینا چیه نوشتی؟ چی نوشتم؟ عرض حالیه به برادرم. پشت و پناه بشه مما به طلاق؟ این عرض حالت؟ خدایا چرا سر زام نرفتم من که این روزها رو نبینم؟ دیدی آخر روسیا شدم مهری؟ دیدی؟ میرزا اسد خانداداش عزیزم چقدر گفت این کارا رو نکن، چقدر گفت نرو. ای داد از تو فخرالزمان، ای داد. میگی چی شده یا نه؟ بیچاره شدم مهر و نسا. تا بیچاره تر نشدم باید از این عمارت منحوس برم. آخه چرا؟ نمیتونم بگم. معذورم مهری، معذور. خیلی خوب تو نگو، تو معذور باش. من که میدونم این آتیش از گوری کی بلند میشه. صبر کن مهری. کجا میری؟ باید بفهمم چه آتیشی انداختم به جونت یا نه. وقتی هم فهمیدم خاموشش میکنم. نرو مهری، جون ماه طلعت نرو. قسمم داده، به جون میرزا اسد قسمم داده. بهجت؟ فقط حرف نبود مهری، چیزها دیدم.
چیزها دیدم به چش خودم که کاش گور میموندم و نمیدیدم. گریه نکن فخر زمانم، درست میشه. گریه نکن. سچینه با شماست. وایسا تو رو وایسا وایسا دیگه حسین تو سوار شدی وایسا ماما فلانه نخی بزنی نکن دفعه مگه اون تو سوار نشدی سلام بهجت خانم. علیکم السلام. ببخشید بعد موقع مزاحم شد. خواهش میکنم نهار میچرده. ممنون. نه. مونس جان یواشتر. نه. بروس. من از اولش هم میدونستم شما امروز فقط برای گشت و گذار به جا نیامدید. ولی شما به من قول داده بودید فخری سر. فخری سر قولش بود خانم. اونقدر که دور از چشم من کاغذ نوشته به برادرش که بیاد اینجا جهت انجام امور طلاق. طلاق؟ چیکار با هم میکردم؟ به خاطر قولی که به شما دادم من میتونم با شازده حرف بزنم تکلیف شکم یک سرشه، نه حتی با مهری که آب بریزه رو آتیشی دارم. گفتم اصد بیاد بارو بندیدم و جمع کنم برم سر جای اولم. من با این شک نمیتونم زندگی کنم بهجت. بدون مسبب شد چی؟ شما چه دعوی عشق بیچردی فخر زمان جان؟ ای کاش روز اول به جای دروازه دلم قلم پام شکسته بود پابنده این عشق نمیشد. حالا چی؟ حالا چی پای بند شدی چی؟ حالا میخوام از شما اجازه بگیرم با شازده حرف بزنم تا تکلیفم معلوم شد. اسمی از شما نمیبرم. میخوام بهش بگم من از وجود اون زن با خبرم. میخوام ببینم حرفی میزنه یا نه. چه حرفی؟ هر حرفی. هر حرفی که منو از این برزخ نجات بده. برزخ بهتر از دوزخ گاهی. حمله بر گستاخی نکنید بهجت خانم. من حدی ندارم که تعیین تکلیف کنم. فقط جسارتم میخواستم بگم اگر قرار به گفتن باشه، اگر قرار به رو شدن و روبرو کردن باشه، شما از هر نظر ارجحید به فخر و زمان. شما حرف بزنید. شما جلو بیفتید. جلو بیفتم؟ مسابقه هست به ترکمن نیست چه؟ مسابقه بدبختی و بیچاره چه؟ هرچی توی مسابقه جلو بیفتی باختی. من به هیچ کس نگفتم جلو بیفته. خودم شخصا سکوت میکنم، شما هم سکوت کنید. شنیدی فخر و زمان؟ من سکوت کنم که چی بشه مهری؟ که منم مالی خولیا بگیرم؟ لا 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 لا. من وسط حیرت خودم حیرون اینم که شما چرا این همه سال سکوت کردین؟ من ساچتم تا دختران بی مادر نشن. ساچتم تا پیش ایلم رسوا نشم از ننج طلاق. بله حق با شماست. من ارجحم به گفتن. من بودم چه اون زن مقیم امارت ناصریه شد. من بودم که خود شما مقیم این امارت شدید. من هستم و هر دوی شما هستید. به من گفتن نیستین که قبول کردم بیام تو این امارت. هر دوی ما یه جوری خیانت دیدیم. الانم هر دومون باید اعتراض کنیم. به چی اعتراض کنیم دختر جان؟ در مملکتی که شاه خودش حرم سرا داره، من و شما شکایتمون از شازده پیش کی ببریم؟ به خودش عارض بشیم. به خودش. گوش کن فخر زمان، تقصیر من کمتر از تقصیر خود شاسته نیست. من هیچ وقت اون زنی نبودم چی شاسته دلش میخواست. برای شاسته دوتا دختر آوردم، اما پسردار نشدم.
هیچ وقت نشد. نشد. نتونست. خب چون پسر نزایدید مقصرید؟ نه، ولی چمچم از همه چیز ترسیدم. از نگاه افسر، از نگاه کلفت نوچرا ترسیدم و اذیت شدم. ترسیدم و اذیت شدم. شاید اصلا تمام کارهای چی شاست با من شرد بعد از اون همه شک و تردیدهای من بود. اذیت شدن های من. من به شاسته اعتراضی ندارم. شما هم خود دانید. یعنی هر چی سر شما اومده تقصیر خودتون بوده؟ نیمی تقصیر، نیمی تقدیر. از این به بعد من برای شاسته خواهر، شاسته برای من برادر. شما هم خود دانید با شاسته خودتان. به من کاری نداشته باشید. من راضیم به همه این نداشته ها. زندیان آلسون، شریعتون. دیوانه شدی فخر زمان. دیوانه شدن عیال برای شما چیز تازه‌ای نیست. قسم بخور میرزا ارسلان. برای چی باید قسم بخورم؟ قسم بخور در جواب سوالایی که میپرسم فقط راستشو بگی. نیازی به قسم نیست. سوالتو بپرس. شما زنی رو مقیم امارت ناصریه کردید. درسته؟ تو از کجا فهمیدی؟ درسته یا نه؟ درسته. شما تنها مردی از اینکه به اون امارت رفت و شد داره. درسته؟ درسته. مخارج احتیاجات زندگی اون زنم به عهده شماست. این چین هم درسته؟ درسته، ولی... ولی چی؟ معذورم از بیان حقیقت، ولی باور کنید بین من اون زن بیشتر از این نمیخوام توضیح بدیم. فقط میخواستم با یقین و دلیل ترکتون کنم. من یه دنیا میخوامت فخری. ترک برای چی؟ این روزا به قدر کافی تلخ است. تلخترش نکن. من تلخترش نکنم؟ زیباترین مخلوق خدا آنجا میان بازار بزازها چه میکرد؟ این کارو نکن فخر زمان. داری اشتباه میکنی. مگر میشد آن خنده هایی به قند و نمک آمیخته را دید و دل نبست؟ میگم داری اشتباه میکنی. سیده نگاه هم شده بودی شازده؟ ای لعنت به تو اون عشق دروغینت. بگذر از حکایت اون زن. قدقم میکنیم تا کسی نشنوه این حکایتو. وقاحت قجری که اسد میگفت همینه. خودم باید همدستی کنم که حکایت خیانت جایی درس پیدا نکنه جناب شازده. خیانت؟ چه خیانتی؟ کدوم خیانت؟ اگه دلت آروم میگیره فکر کن خواهرمه. فکر کن خواهرمه، فراموش کن. فکر کنم خواهرته؟ البته زنای تو عادت دارن فکر کنن خواهرتن. بس کن، بس کن فخری. گفتم که عاجزم از بیان حقیقت. چی رو بس کنم؟ چرا با بس کنم؟ میخوام بدونم چند تا دیگه از این خواهرها داری؟
افروغی. خوب ببین رهیه که بعد اومد برش تعریف کن. بغبغو نکن توقی، من باید برم. نمیشه که نرم بمونم اینجا بدون خانم افسر بیچارم. برم، شاید یحیارم برگرد. تو خوشت باشه. یحیام بیاد جفتتو با خودش میاد، غصه نخور. برات هم ارزن ریختم هم قرمش، دوتا کوزم آب گذاشتم. باشه یحیی میاد. فخریه از کجا؟ خودتون گفتید سماور. گفتم کوچیکه. سواد داری بیا بخون. برش گردون. یک سوزن اضافه بر نداری. یلا. هی بدبخت. باش که هیچی نبریم و بریم. دارم خفه میشم بریم. یعنی چی؟ خواه اگه قرار به نبردم بود که دیگه ما چرا اومدیم؟ خودت میومدی خب. نمیدون. به میرزا بگو این اساسم مثل این امارت نهسته. بگو هرچی هست و بذاره بریم. الان که بیدماختر از هر وقتی اینو بهش بگم هممونو یه جا آتیش میزنه وسط حیات. دلکندن طاقت میخواد دختر. این بیتاقتی به خاطر سختی دلکندنه. کدوم دل مهری؟ تا قبل از سیلی دیشب شاید، دیگه نه. من هم دل بردن تو دیدم، هم دل بستن تو، اما هیچ کدوم شبیه دل کندنت نیست. دل کندن سخت فخر و زمان. بردن نبردن اساسیه رو بهونه نکن. تو دلت توی همین عمارت منحوسیه که میگی. عمارت منحوس، عمارت کابوس، لعنت به هرچی دل بستن مهری. کاش عجله نمی کردی. کدوم عجله؟ مهرو بسا، من که از روز اول رختم سفید بود، بختم سیاه. افسر رو ببین چه با تبختر وایستاده نگاه میکنه. انگار ضعیف ها از چشم ما میبینن. ساکت شو جواهر، الان از اون وقت است که فقط باید تماشا کنی. کاش همیشه وقت تماشا باشه. گفتم خیال باطل نکنن. به جهنم که چه خیالی میکنن. هر خیالی که هست مبارکی. حالا خوب شازده نیست که خیلی پره. بترسم یه وقت خدایی نکنه. خواهد دستم رو بیرفتم. حرفی ندارم با تو. آروم باش، ما قصد بی حرمتی نداریم. حرمت؟ تو اصلا حرمت سرت میشه؟ تو اصلا اولش هم آدم حرمت نبودی. صدا تو بیار پایین، من آبرو دارم. تو رو ارواح خاک پدرت بیار. خواهد دستم بیار. بیار. اینونه بود وفای بعد؟ صاف کن با طرف دارم. اونی میخواست فخری رو خوشبخت کنی؟ بیا با طرف بزنم.
من نمیدونم چی تو ذهن فخری میگذره، ولی این امارت هنوز بی صاحب نشده که لشکر حمال بیاد بریزه ببره. بگو هر کسی هر چیزی برداشته بذاره سر جاش. تو حرمت حالیته، حرمت رو نگه دار، این خونه حریم منه. حریم خواهر منم هست. اینی هم که حمالا دارم میبرن جهاز شارچی هست برای داماد نالایقی که قول شرف داده بودم و قول شرفانش نبود. به وقت خشم تصمیم نگیر اسد، الان چشم همه به هنگامه شماست. بابا اون بیرون زنم، دخترام، خدمه. این جهیزی از در این امارت بره بیرون همسایه ها، دو روز بعد مردم شهر. آبروی منو نبرید اسد. بیا بریم. من اصلا جهاز نخواستم. این جهازم بمونه برای عروس بعدی، شاید دست و بالش خالی بود. شازده راست میگه، جهاز از در بره بیرون زشته، صدا بلند چه زشته. جوهر عقدنامه خوش نشده، همه بفهمن عروسش رفته زشته. بریم اصلا. ولی شازده فقط اینا نیست که زشته، من تو رو دیگه ای شناخته بودمت. من سبوی سر چشم دلکور. منم تو رو اینطوری نمیشناختم فخری. این پرده دریا برای چیه؟ مگه نمیگفتی خونه شوهرم خونه خداست؟ این کارا برای چیه؟ عذر خواهم جانب شازده، حق با شماست. چه انتظاری دارید از کمینه؟ راز پوشی کنم؟ به چشم، به حرمت همون سیلی که دیشب زدید. چی میگی فخری؟ بگذار اصد، کار از این حرفا گذشته. باشه جانم شست، بیا برو ریزی میرم. مهر و جهازم هم حلال بی غیرتید. بی غیرت؟ من بی غیرتم؟ ملاک من غیرت عشق بود، نه غیرت عوام. خیال میکردم سرت میشه. بریم اصد. پس به خاطر همون غیرتی که میگی بگذر از این ماجرا. تو از راز من اون زن خبر نداری. آبروی من اون زن الان دست توه. آبرومونو نریز. اصد تو بزرگترشی، نگهش دار. چه خبره اینجا؟ چیزی نیست، دعوای زن و شوهریه. فخری بابت ماجرای بهجت یکم دلچرکینه. صحبت میکنیم، درست میشه انشالله. به هر حال درست نیست پیش چشم نوکر و خدمه. هرچی که هست تمومش کنید بره، آبرومونو که از سر راه نیوردیم. من چیزی نگفتم تا شما برسید. قشونه هم مال مثل فوج کفار هجوم کردن به امارت، گرد و خاک کردن که زهر چشم بگیرن، که گرفتن. من بعد به عدالت رفتار میکنم. دعواست دیگه، یکی میزنه یکی میشکنه. شما تشریف ببرید خواهرم، من از شما عذرخواهم. بسیار خوب، زودتر حل و فصلش کنید. نرید لطفاً، بمونید. دعوا که بدون قاضی نمیشه. میشه شازده؟ فخری، من و شما هر دو یتیمیم شازده. از طرف من میرزا اسد، از طرف شما هم خانم افسران مرور. مجلس میکنیم همینجا توی همین عمارت. برادر من و خواهر شما هم قاضی میشن هم وکیل. حکمم هرچی این دو بزرگتر گفتن. پس امروز جهاز برون عروس تازه هست. حتما تا حالا بردن دیگه، شازده هم که نبود جلوشونو بگیره. قشونه میز اسد که رسید، منم سرزده اومدم خدمت شما. که چی بشه؟ کل وعده وفا دیگه. همین راحتی. از طلا هرچی میدونستم به شما گفتم. خبر امارت هم گفتین به دردم نمیخوره. چه کنم من بدبخت؟ زود اومدی رجب علی. برو برو، دفعه بعد خودم خبرت میکنم. برو. شما منو گرفتار کردین. یه بار میگی دیر اومدی، یه بار میگی زود اومدی. این که نشد که. اوش. چه خبرته؟
میگم دیر اومدی بگو چش. میگم زود اومدی بگو چش. بازم بگو چش. چه خبرت پیرمرد؟ بلبل زبونی میکنی؟ خورما بخور. چرا خورما نمیخوری؟ خورما گرمیه، شما هم زیاد نخورید. باشه رجب حکیم. برو. برو دفعه دیگه با خبر کامل بیا. چش، فقط من فقط باشه برای دفعه بعد. برو. برو دیگه. خب فخری الان حرفاشو زده، من و افسر و ملوکم منتظر شنیدن جوابیم. جوابی داری برای ادعاهای فخری؟ نه خیر ندارم. نداری؟ عرض کردم ندارم. ظاهرن این داماد عزیز ما حتی برای حفظ ظاهرم نیازی به کتمان نیبینن. سرناچی کم بود، یکی هم از قوقه اومد. پشمند بهجت مالی خولیایی باید همشیره شکاک شما میومد که سلب آسایش کن از ما. قرار نبود که بی حرمتی کنیم به هم. بی حرمتی نیست، حقیقته. از وقت بعد هر که زن برادر من میشه عقلش زایل میشه، شکش قلمبه. البته معقوله مرد به این رشادت و کمالات، خب محل شک و حسادت هم هست میرزا اسد. بله من میدونم چرا ارسلان ساکته. میخواد جلوی من حرمت زنی که ادعای وفاداریش میشده حفظ بشه، ولی اشتباه میکنه. چرا ساکتی ارسلان؟ این همه محمد شنیدی بس نیست؟ تو مگه اهل این حرفایی؟ تو رو چه به شاهد و دلبر نگه داشتن در امارت خفا؟ من به فخری گفتم از این حکایت بگذره که کار به اینجا نرسه. آروم باش خواهرم، بشین. چطور ارسلان؟ من ساکت بشینم که این طایفه شالچی ها هرچه که لایق خودشونه به تو نسبت بدن؟ الله اکبر. کوتاه نیا ارسلان، زن تهمت زده باید ثابت کنه. واهی بودن ادعاش که ثابت شد، بعد دست برادرشو میگیره از در این امارت میره بیرون. همین الان همه با هم میریم به سمت امارت ناصریه. لازم نیست، من هر چیزی که باید میفهمیدم فهمیدم. فقط حیرتم از اینه، چطور با وجود این همه قرائن و شواهد از حرمن شمس، چرا متصل اصرار داری به نگه داشتن فخری؟ هنوزم اصرار دارم. فخری تمامش کن. چی تو سرت شازده؟ هنوز جوهر تعهدی که به من دادی خوش نشده؟ بخوای بی رسم میکنی این توانچه هنوز پیش منه. بلند شو بریم فخری. این دسته اینا چی کار میکنه ارسلان؟ از من بپرس، از من بپرس. قرار بود این ضامن خوشبختی خواهرم باشه، شاهدی باشه برای وفاداری شازده. این کاغذ ما رو امضا کن. شما رو به خیر و ما رو به سلامت. مهریش هم حلال خیانته. من دلیل ملاحظه برادرمو نمیدونم. طلاق میخواید به روی چشم، فراغ میخواید به سلامت. اسم خیانت بخواد هم نشین اسم برادر من بشه. من نه از اون تپانچه میترسم، نه از گرد و خاک شما تاجرزاده ها. میدم چشم در بیارن. خیال میکنید خیانتی که بازگونشه دیگه خیانت نیست؟ ایل قاجار عادت دارن، عادت دارم بعد از هر خبط و خطا فرمان لالباش کورباش صادر کنم برای مردم. خود خیانت مهم نیست، فقط ما نباید بازگو کنیم. تپانچه دست برادره. کافیه دیگه. شپلین ارواح خود را بدارم.
قدم از قدم برداری. اول تو رو، بعد فخری رو، بعد خودم رو خلاص میکنم. چی کار میکنی ارسلان؟ بذار هر گونی دلشون میخواد برن. کار دست خودت ندی به خاطر این طایفه دیوانه. ببین کاظم، به شرفم قسم، اگر یک مو از سرش کم به چه زنده نمیذارمت، به شرطی که اهلی دنبال ما نیاد. نه خودت، نه هیچ جهت دیگه ای. خوب اینو تو گوشت فرو کن، نه خودت، نه هیچ جهت دیگه ای، حتی خدمه خودم. بیا بریم. نشنه چی گفت؟ نه روشال چی؟ نه نگهدار، پیاده شو، پیاده شو. کنار تلو، برو کنار. چشم. من برم یا بمونم ارسلان؟ طلبانو با شماست. بره یا بمونه ارسلان؟ تفلک بهجت، هنوزم سختشه بگه ارسلان. بشین طلب، آوردی پیش غیر خفت آمدی؟ هاشا به غیرتت. تلا، امروز حرفایی میشنوی که اگه این زن نبود بابت نمیشنیدیم. بابت همشون عذر تقصیر دارم. این خانم زن تر سلام؟ چرا میپرسی؟ خیلی خوشگله. خیلی. از پشتم که با تیر بزنی من اینجا نمیمونم ارسلان. تا به این خفتو ندارم. من میرم تا ابدم لال میمونم هر جا اسمت اومد. قدم از قدم برداری میزنم، به جان فخری میزنم. ارسلان به بسی فخری. بشین. چرا مثل دیوونه ها شدی ارسلان؟ هیچ کدوم از کاراتو نمیفهمم شازده. مگه تو شازده ای ارسلان؟ چرا منو اینجوری نگاه میکنید؟ من نمیدونستم. گفتم که
امروز خیلی چیزا میفهمی تلا. از هیچ کدوم حیرت نکن. من حیرتامو کردم ارسلان، منتهای حیرت من تویی. بالاتر از تو تو این دنیا نه مردی هست نه حیرتی. تو اینو داشتی به من گفتی وقتی حرف میزنی من شعر میشنوم؟ گفتم خیال کن خواهرمه، نگفتم؟ هنوزم ای دادر سلان، تو همینجا بس نیست دوباره از اول؟ به دروغ گفتم فخری، دروغ گفتم. طلا مثل خواهرم نیست. طلا خواهرمه، دختر بهادر میرزای قوانلوی قاجار، خواهر من و افسرالملوک. من چی داری میگی ارسلان؟ چی داری میگی؟ ببین چه مهملی گفتی که خود دلبر حیران شد. خواهر من و افسرالملوک، لااقل قبلش با زنک دروغاتو یکی میکردی ارسلان. فخری من اصلا حرف بزن ارسلان، ارسلان حرف بزن. خیلی خوب میگم برات، زمستونه سالی که تو تهران تا زانو برف اومده بود، پدرم سینه پهلو کرد، همین طبیب ولته بار آوردیم بالای سرش. گفت پدرت نمیمونم، فرستادم دنبال طبیبای دربار، پولاک، تولوزان، بقیه. هر کسی که اومد گفت نمیمونم. پدرم جلوی چشمام رو به قبله محتضر افتاده بود. یه شب تا همونده جونشو جمع کرد، صدام کرد، گفت وصیتی دارم که تا عمر دارم نباید فاش کسی کنی. بعدش دستامو گرفت و با تا همونده جونش سه کلمه گفت و جون داد. طلا دختر لیلا. من؟ بله تو، تنها دختر لیلای تیغ طلای معروف. آخرین وصیت پدرم بودی، مادرت صیغه بهادر میرزای قوانلوی قاجار بود. نه. و تو نتیجه عشق آتشین مردی اشراف زاده به زنی. خفتم نده آقا ارسلان، خفتم نده. از تمام این مدت شما چی داری میگی ارسلان؟ یک سال طول کشید تا من اینو پیدا کنم، یک سال تمام طول کشید تا توبه کنه و راضی بشه، دستم سایه سرش بشه، یک سالم طول کشید خونمو ببرم بیرون دروازه، اونو ساکن این امارت کنم. خیال میکرد رسم عیاری هنوز زنده است، خیال میکرد مردونگی و جوون مردی تو این دارالخلافه این نکبت نمرده. خرابش کردی فخری، خرابش کردی.
من خرابش کردم. اگر همه این نامراست باشه بازم تو مقصری. چرا اینجا؟ چرا بنانی؟ چرا این همه سال خودش خبر نداشته؟ مصلحت نبوده فخری، مصلحت هیچ کس نبوده، نه خودش نه تمام دنیا. چرا به افسر نگفتی؟ مهمل نگو. افسر به اون نقایدش در مورد دستور اصل اشرافی. برم به افسر چی بگم؟ افسر زیر بار همچین خواهری میره، اونم از مادری غیر از مادر خودمون، اونم مادری که تو عقلت کجا رفته فخری؟ میباردیش پیش خودت، جای گوهر، جای جواهر، جای اون همه زن که اونجان. نمیشد. خب شوهرش میدادی، شوهرش میدادی، اینطوری منصفی نمیشد. نمیشد فخری، نمیشد. یعنی چی نمیشد؟ چرا نمیشد؟ اول بهجت بعد من، دو تا زن رو دیوونه کردی چون نمیشد؟ نمیشد خانم، نمیشد. دعوا نکنید با ارسلان. اگر تو برادرمی پس این خانم غریبه نیست، زن برادرمه. این کارو نکن فلو.